تجلی داستانی از سگ ولگرد نوشته صادق هدایت هوا کم کم تاریک می شد هاسمیک لبه کلاه را تا روی ابروهایش پایین کشید یخه پالتوی ماشیش را به خودش چسبانیده بود و با قدم های کوتاه ولی چابک به سوی منزل می رفت. اما به قدری فکرش مشغول بود که متوجه اطراف خود نمی شد. و حتی سوز سردی را که میوزید حس میکرد. جلو چراغ ابروهای باریک، چشمهای درشت خیره و لبهای نازک او در میان صورت رنگ پریدش یک حالت دور و متفکر داشت. هاسمیک که علاوه بر اینکه خاطرخواه سورن بود، حتی وظیف شناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه میکرد. این خبر شومی که امروز از شوهرش شنید که شب سهشنبه را در خانه برادر شوهرش دعوت دارد همه نقشه هایش را به هم زد زیرا هاسمیک ناگزیر بود از راندوویی که به سورن داده بود چشم بپوشد گرچه به هیچ وجه مایل نبود سورن را قال بگذارد ولی بدقولی را بدتر میدانست اتفاقی که هرگز برایش رخ نداده بود چون پیش خود تصور میکرد هرگاه به وعدگاه نرود یا قبلا به سورن اطلاع ندهد نه تنها خطایش پوزش ناپذیر خواهد بود بلکه دشنام به شخصیت خودش می باشد. به همین دلیل امروز از صبح تا حالا مشغول دوندگی و در جستجوی سرن بود. اما در همه جا تیرش به سنگ خورد وانگهی این مطلبی نبود که به هر کسی ابراز بکند یا به توسط کسی به او بنویسد و یا پیغام بفرستد حتی رویش نمیشد این موضوع را به دوست جان در یک قالب خود سیرانوش بگوید که به وسیله او به سورن معرفی شده بود میخواست طوری وانمود بکند که به طور اتفاقی با سرن برخورد کرده است آن وقت پوزش بخواهد و قضیه را بگوید طبیعتا امشب سرن به کافه کنسرت پاتوق همیشگی خودش نمیرفت چون شب درس ویولون او پیش واسیلیچ ویولونیست کافه بود حالا که از همه جا سر خورده بود میخواست به هر وسیله شده سورن را نزدیک پانسیون واسیلیچ پیدا بکند و این مطلب را به او بگوید تا اقلا پیش خودش شرمنده نباشد و خوشقولی خود را به سورن ثابت بکند زیرا این آشنایی یگان پیش آمد قریب و گوارا در زندگی یک نواخت هاسمیک به شمار میرفت یادش میآمد چند سال پیش به اصرار یکی از دوستانش نزد فالگیری رفت که از روی لرد قهوه فال می گرفت. و او گفته بود که یک دوره عشقی در زندگی او با یک جوان لاغرندام بلند بالا و خوش سیما روی خواهد داد. آن روز هاسمیک به حرف زن فالگیر باور نکرد. ظاهرا بیزاری نمود ولی در ته دل شاد شد. شاید پیشگویی آن زن بالاخره او را وادار کرد که با سورن اظهار عشق بکند. زیرا این پیش آمد را در اثر سرنوشت خود می دانست. اکنون به هیچ قیمتی نمی خواست. این فرصت را از دست بدهد چون شوهرش با آن سر تاس شکم پیش آمده و ریش بوزی که دو روز یک مرتبه می تراشید و مثل سگ پاسوخته دنبال پول می دوید و اسکناس های رنگین را روی هم جمع می کرد هرگز نمی توانست آرزوهای او را برآورد. خوشبختان شوهرش نسبت به او اطمینان کامل داشت یا اصلا اهمیت نمیداد چون او زن گرفته بود مثل اساسیه خانه یک جور بیمه برای زندگی مرتب و آرام تأمین آشپزخانه و رخت خواب بود یک نوع پیش بینی برای روز پیری و فرار از تنهایی بود تا صورت حق به جانب در جامعه به خود بگیرد فقط میخواست آدم مطمئنی به کارهای داخلی خانهش رسیدگی بکند و بس با آمد شدهای هاسمیک هیچ وقعی نمیگذاشت بر فرض هم که هاسمیک را زیر استنتاق میکشید او همیشه میتوانست به آسانی بهانهای بتراشد اما از زیر بار دعوت برادر شوهرش به هیچ عنوان نمیتوانست شانه خالی بکند و از طرف دیگر هم نمیخواست به سرن بد قولی کرده باشد و یا او را به این آسانی از دست بدهد هنوز سه به تمام شدن درس سرن باقی مانده بود. از این قرار هاسمیک وقت داشت که به خانه رفته بزک خود را تکمیل بکند و بعد جلو پانسیون واسیلیچ برود که نزدیک منزل او بود و انتظار خروج سورن را بکشد. هاسمیک همینطور که در فکر قوته بود با خودش نقشه میکشید. صدای بوغ اتومبیلی رشته افکارش را از هم گسیخ. به طرف پیاده رو رفت. دم خرابات پستی که بوی کلم از آن بیرون میزد و گروهی سر میز بیلیارد با جار و جنجال مشغول بازی بودند ناگهان میان جمعیت ملتفت شد دید واسیلیچ استاد سرن، مست لایعقل با موهای پریشان رنگ پریده و شانه های پایین افتاده در حالی که جعبه ویولون را زیر بغلش زده بود از خرابات بیرون آمد هاسمیک به ساعت مچی خود نگاه کرد شش و بیست دقیقه بود از خودش پرسید با وجودی که از موقع درس سرن گذشته چطور می شود که استاد او هنوز به منزل نرفته است ولی فورا منتقل شد که تعجب او بیجاست و لابد شاگردش هم به حال او آشنایی دارد یادش آمد یک شب دیگر هم واسیلیش را به همین حالت دیده بود که از همین خرابات مست و شنگل بیرون آمد و به طرف یکی از این زنهای کوچه ای رفت و چیزی به او گفت آن زن با صورت بزرک کرده یه رنگ رزی شده برگشت و گفت برای گمش رو خجالت نمیکشی خاک تو سره تو که مرد نیستی اما یه دفعه مومدم سر زیاد بود آدم میشه سگ بره بهتره بعد با صدای خراشیده خندید آن وقت واسیلیش با قیافه وحشت زده از خجالت برگشت و هاسمیک را در چند قدمی خود دید نگاهی زیر چشمی به او انداخت مثل اینکه گناهی از او سر زده باشد قدمهایش را تند کرد و از میان تاریکی رد شد چون او مشتری هر شب خود هاسمیک را می شناخت که در کافه کنسرت برای هر قطعه سازی زیاد دست میزد و با لبخندی معدب سر خود را به علامت تشکر به طرف او خم می کرد. شاید از این جهت خجالت کشید. در همان شب هاسمیک تعجب کرد. این مرد که وقتی در کافه ویولون میزد با احساسات مردم بازی میکرد و قادر بود حالات گوناگون از لغزش آرشه جادویی خود روی سیم ویولن تولید کرده و شنوندگان را در دنیاهای ناشناس افسونگر سیر و سیاحت بدهد چطور ممکن بود که احتیاجات مردمان معمولی را داشته باشد زیرا وقتی که واسیلیچ با آن حالت جدی و لبخند متکبر ویولون را در دست میگرفت به صورت یک نیمچه خدا در نظر هاسمیک جلوه می کرد. اما بعد از پیش آمد آن شب بی آنکه از ارزش واسیلیش در نظر هاسمیک بکاهد فقط تا اندازه ای به بدبختی و سرگردانی او پی برد و فهمید همه کیف هایی که برای مردم معمولی جایز بود برای کسی که دنیاهایی مافوق تصورات و لذایز سایرین ایجاد میکرد غیر ممکن بود. و او کوشش می کرد در پسمانده و وازده کیف دیگران لذت موهومی برای خودش جستجو بکند. از آن شب در هاسمیک یک نوع احساس مبهم ترحم و ستایش برای این شخص ولگرد پیدا شده بود. مردی که آنقدر با شور و حرارت چارداش را در کافه می نباخت مثل اینکه میخواست همه بدبختی ها و سرگردانی های خود را به شکل ناله سوزناک از روی سیم ویالون بیرون بکشد و یا یک لحظه دردهای خود را فراموش بکند ولی همین که در جبه ویولون را میبست یک موجود بدبخت یک آدمیزاد بیچاره میشد و از درجه نیمچه خدایی به گرداب مزلت و ناتوانی سقوط میکرد مثل اینکه ویولون اسباب بدبختی او شده بود با وجود این جعبه سیاه ویولون را مانند تابوت همه افکار و احساسات خود در هر خرابات و دکان پیال فروشی همراه می برد. آیا برای این مرد ریشکن شده ی ولگرد چه اهمیتی داشت که دیر یا زود به خانه برود؟ آیا از کسی که هر زنی را سر راه خود می دید دعوت می کرد چه توقعی می داشت؟ هاسمیک به قدم های گشاد لاعبالی واسیلیش نگاه می کرد و سعی داشت که چند زرع با او فاصله داشته باشد. در ضمن امیدوار بود که سورن را جلو پانسیون را او ببیند. شاید وسیله پیدا کند که مطلب خود را به او بگوید. واسیلیچ از دو کوچه گذشت، پیچ خورد و جلو منزلش رسید. هاسمیک نامید شد چون سورن را سر راه و یا جلو پانسیون واسیلیچ ندید. پیش خود گمان کرد لابد او در دالان یا در اتاق منتظر استادش است و علاوه پنجره اتاق واسیلیچ روشن بود چرا پنجره روشن بود؟ لابد کسی در اتاق اوست و این شخص حتما سرن بود کمی مکس کرد صدای ویولون بلند شد هاسمیک جلو پنجره رفت و کوشش کرد که از پشت پارچه جلو پنجره داخل اتاق را ببیند اما کوشش او بیهوده بود گوش داد صدای حرف هم نمی شنید. پیش خودش اینطور دلیل آورد ویرونیس باید سر ساعت هفت در کافه باشد پس سورن هم ناچار با او بیرون خواهد آمد در این صورت بهتر است که به خانه رفته آرایش خود را تکمیل بکنم و برگردم هاسمیک به تجیل به طرف خانه رفت یک سر وارد اتاق خواب شد چراغ را روشن کرد جوراب ابریشمی پشت گلی پوشید ناخونهای دستش را جلا داد عطر به سر و زد پودر به صورتش پالید و لب خود را سرخ کرد در آینه که نگاه کرد در اثر استعمال عطل هیلوتروپ یک نوع سرگیجی گوارا به او دست داد یخی پالتو را از روی کیف به خودش بیچید و کلاه را به دقت سرش گذاشت چند دقیقه از روبرو و نیمرخ خودش را در آینه برانداز کرد و با لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت ولی مثل چیزی که مطلبی به خاطرش رسید دوباره برگشت و به خدمتکار سپرد هر وقت شوهرش آمد به او بگوید که خانم به دیدن یکی از رفقای هم مدرسه ای خودش رفته است ده دقیقه به هفت مانده همسیک دست پاچه شد در کوچه پانسیون واسیلیش که رسید چراغ پنجره هنوز روشن بود و همین که نزدیک رفت صدای ویولون شنیده میشد. چند بار به طول کوچه آهسته قدم زد. هیکل هر گذرنده ای را که میدید از ترس برخورد با آشنا دلش می تبید و خودش را پشت تنه درخت و یا در کوچه تنگ و تاریکی که در آن نزدیکی بود پنهان می کرد. آیا اگر در وقت بزنگاه آشنایی به او بر می خورد چه می توانست بگوید؟ این زنهای دو به همزن کینجو و بدزبان که با چشمهای کنجکاب از لای در از پشت پنجره خودشان گوش به زنگ هستند و منتظرند روی یک نفر لک بگذارند این همه مردمان بدجنسی که در دنیا پیدا می شوند و فقط از سرگردانی و بدبختی دیگران لذت میبرند. آیا همسایه خود او شوشیک پشت سرش نگفته بود که هر شب در کافه به واسیلیک چشمک میزند؟ اگر او را در اینجا و در این حال میدید که جلو خانه واسیلیک پرسه میزند چه رسوایی؟ آبرویش به کلی به باد میرفت و در این وقت حس کرد که ضربان قلبش تند شد. هیکل مردی از پانسیون بیرون آمد. آسمیک بیباکانه با قدم های تند به او نزدیک شد ولی یک نفر غریبه بود در این لحظه کنجکاوی و بیحوصلگی زیادی داشت یک جور حس تازه در خودش کشف کرد در این حال که از مردم گذرنده میترسید و درد انتظار و سرگردانی را متحمل میشد یک نوع لذت حقیقی می برد. شاید برای این بود که چشم راه سورن بود. یاد یکی از رمان‌هایی که خوانده بود افتاد. از آن رومان های پرگیرودار و ماجراجو بود. در این وقت حس می کرد که بازیگر رمان شده است. تا کنون اون انتظار استراب و عشق بازی دزدکی را نچشیده بود. چون در ایام جوانی هیچ وقت فرصت عشق بازی پیدا نکرده بود. از همان وقت که چشم و گوشش باز شد او را نامزد همین مرد کردند. اما شوهرش از ریزه های عشق چیز زیادی سرش نمیشد. حالا او خودش را دختر بچه و بازیگر رمان افسونامیز و باور نکردنی تصور می کرد. صدای ویولون گاهی می برید و دوباره شروع می شد. زمانی یک برگردان را مدت درازی تکرار می کردن. به طور که از شنیدن آن بیشتر عصبانی می شد و از جا در می رفت. ای که یک نوت را صد مرتبه تکرار بکنند ولی همین که پیش خودش گمان میکرد شاید سورن باشد اضطراب او فروکش میکرد آیا سورن ویلون را زیر چانهش گرفته بود و با انگشتان بلند عصبانی آرشه را روی سیم میلغزانید آیا چشمهایش هم برق میزد آیا چه جور ویلون را گرفته به جلو خم شده یا مثل مجسمه صاف ایستاده اما او باید آهنگهای غمانگیز و عاشقانه بزند نه اینکه یک برگردان را صد مرتبه تکرار بکند آیا ممکن است همین انگشتان بلند عصبانی به تن او مالیده بشود؟ لبهای درشت شهوانی او روی لبهایش ساییده بشود و بالاخره این وجودی که به نظر هاسمیک که یک پارچه مغناطیس می آمد اندام او را در آغوش بگیرد و هزاران کلمات اشقانگیز بیخ گوش او زمزمه بکند هاسمیک لب خود را گزید و سرش را با بیتابی تکان داد هفت و دو دقیقه چطور هنوز درس او تمام نشده چرا واسیلیش پی کاروبار زندگی خودش به کافه نمی رود؟ شاید ساعت ندارد اما غیر ممکن است ولی برای این مرد اوبالی چه اهمیتی داشت که به کافه برود یا نرود شاید اصلا استعفا داده بود اطراف خودش را نگاه کرد به پنجره اتاق واسیلیش نزدیک شد به نظرش آمد که سایه یک نفر را در اتاق تشخیص داد اما این سایه آنقدر محو بود به دقت گوش داد نه صدای حرف شنیده نمیشد شاید میخواست بیرون بیاید خودش را کنار کشید احتیاط او بیمورد بود چون صدای ویولون از سرنو بلند شد صدای جسته و گریخته و نامرتب آن هم مقام مفصلی که به گوشش آشنا بود میآمد آیا سرن بود که ویولون میزد یا استادش آیا نیامده چرا نیامده شاید ناخوش است یا اتفاقی افتاده است اگر ممکن بود یک نفر را پیدا بکند که بتواند برود و به ای در اتاق نگاه بکند و خبرش را برای او بیاورد چرا خودش نمیتوانست این کار را بکند آیا بهتر از انتظار در کوچه نبود هاسمیک با احتیاط نزدیک در پانسیون شد نگاهی کرد یک دالان دراز تاریک دیده میشد و از درز در اتاق واسیلیچ که خوب کیپ نشده بود یک خط قائم از بالا به پایین روشن بود اگر می توانست نگاهی دزدکی در اتاق بیاندازد و اقلا مطمئن بشود در این وقت صدای پایی در حیات پانسیون شنیده شد دوباره خود را کنار کشید و اطراف نگاهی کرد کسی دیده نمی شد جلو چراغ به ساعت نگاه کرد یعنی چه؟ هفت و بیست دقیقه چه دقیقه های طولانی او تا حالا نمیدانست که ساعت به این کندی حرکت می کند. آیا می توانست این شک و دلهوره را ده دقیقه دیگر نیم ساعت دیگر متحمل شود؟ بر فرض هم که سورن با استاد خود بیرون می آمد. شاید با هم می رفتند و از کجا می توانست با آنها نزدیک بشود و مطلب خودش را بگوید در این صورت همه زحماتش به باد رفته بود نیروی قویتر از نیروی اراده و حفظ آبرو همه این هایی که جامعه دور او درست کرده بود هاسمیک را توی دالان پانسیون راند با قدمهای شمرده و با خونسردی که به خودش گمان نداشت وارد دالان شد خواست از سوراخ جای کلید نگاه بکند ولی کلید از بیرون به در بود از لای در گوش داد ویولون را درست جلو در میزدند شکی برایش باقی نمان که بیلونزننده زننده سورن است چون یک آهنگ را تکرار میکرد برای اینکه دستش روان بشود وگرنه واسیلیش با آن قدرت و استادی چه احتیاجی به تکرار نوت داشت بر فرض که در را باز میکرد و واسیلیش را میدید باز هم به مقصودش رسیده بود چون معذرت میخواست که اشتباهی آمده است و با سرن خارج میشد اصلا واسیلیش که مست بود و حرکات سنگین بی اراده داشت ملتفت او نمیشد آن هم در میان سر و صدایی ساز هاسمیک با تمام حرارتی که در تصمیم خود داشت لنگه در را کمی فشار داد در مثل اینکه موقتا روی پاشن بند شده باشد خود به خود لغزی و تا نصف باز شد هاسمیک فاصلیش را در مقابل خود دید که با چهره شوریده نگاهش در چشمهای او دوخته شد به قدر این پیش آمد عجیب بود که هاسپیک علت حرکت خود را فراموش کرد سر جایش خشک شد و زانوهایش از شدت ترس بلرز افتاد چون نه راه پس داشت و نه راه پیش واسیلیش دنبالی ساز خود را قطع کرد چند ثانی در چشم های یکدیگر نگاه کردند نگاه های مخصوصی بود چون نگاه های دزدکی که واسیلیش در کافه به او میکرد با هاسمیک همیشه تصور می نمود اتفاقی است. در این لحظه معنی مخصوصی به خود گرفت. واسیلیش ویران را با احتیاط روی تخت خواب گذاشت و با هاسمیک تعظیم کرد. یک تعظیم دست پاچه و ناشی بود. بعد گفت بفرمایید خواهش می کنم بفرمایید توی اتاق. مثل اینکه لغت دیگری برای تعارف پیدا نکرد. با حرکت دست و کرنش دعوت خود را تکمیل نمود هاسمیک بیان که از خودش بپرسد چرا آمده بدون اراده با قدم های آهسته وارد اتاق شد و روی صندلی راحتی کنار در نشست نگاهی به اطراف انداخت سورن آنجا نبود واسیلیش در را بست اتاق سرد و محقر و اساسی آنجا مرکب بود از یک تخت خواب درهم و برهم که ملافه قلمکار آن مدت ها می گذشت که عوض نشده بود دو صندلی مندرس یک میز کهنه که رویش کاغذ نوت موسیقی پوست سیب کلوفان خاکستر پیپ و عکس مردی با موهای پریشان که گویا مصنف موسیقی بوده همه اینها در هم و بر هم دیده میشد یک چراغ الکلی دود زده و دو بطری هم در تاخشه بود عکس رنگ پریده زنی نیز به دیوار اتاق دیده میشد زمین از زیلوی خاکالودی مفروش بود و از همه اتاق و صاحبش که روی لباس سیاه او از کسرت استعمال برق افتاده بود بوی مرگ بار فقر و نکبت متساعد میگردید که بوی الکل سوخته دود توتون و بوی تند عرق در آن مخلوط شده بود ناگاهان چشم هاسمیک متوجه تخت خواب شد و کارت اسم سورن را در آنجا دید که رویش نوشته بود استاد محترم من به موقع آمدم نبودید دفعه آینده خواهم آمد دو سه دقیقه در سکوت دشواری گذشت واسیلیچ مثل اینکه قفلتا فکری به خاطرش رسید رفت از توی درگاه گیلاس کوچکی برداشت روی دسته صندلی هاسمیک در نعلبکی گذاشت یک شیشه ودکا هم آورد و در آن ریخت و گیلاس آبخوری خودش را هم پر از ودکا کرد و گفت بفرمایید بخورید هوا سرده گیلاس خود را به گیلاس هاسمیک زد و تا ته سر کشید هاسمیک گیلاس را تا لب خود برد بوی عرق زیر دماغش زد کمی نوشی و با دستمال لب خود را پاک کرد عرق گرم و سوزان از گلوی او پایین رفت واسیلیچ جلو آمد و با دست لرزان خواست گیلاس هاسمیک را دوباره پر بکند ملتفت شد که هنوز نخورده است باقی ودکا را در گیلاس خودش ریخت به میز تکیه کرد چشمهایش میدرخشید و مثل اینکه با موجود خیالی حرف میزند بریده بریده گفت ببخشید خانم من چیزی برای شما نداشتم من نمیدونستم آیا ممکنه کسی به فکر من باشه ببخشید خانم دست روی پیشانی خود کشید چطور ممکنه فقط در خواب همه چیزو میشه دید در خواب هم همه چیز ممکنه چند سال پیش که در سوفیا بودم همین دختر اشاره به عکس دیوار کرد نه نه نمیخوام یادم بیاد نیمروخ شما شبیه در کافه همیشه من به نیمروخ شما نگاه میکنم چه چیز قریبی یادم در خواب دیدم همین دختر من ویولون میزدم وارد اتاقم شد خیلی نزدیک اومد دستشو گرفتم و نشست و حرفایی که فقط در خواب میشه گفت یه دقیقه فقط یه دقیقه هاسمیک حرکتی از روی بیتاقتی کرد واسیلیچ به تجیل گفت شاید از اینجا میگذشتی صدای ویالون منو شنیدید همین الان اجازه بدید ویالون بزنم خانم به سلامتی شما گیلاس را بلند کرد سر کشید هاسمیک هم ناچار گیلاس را تنزدیک لب خود برد واسیلیچ قیافه موقر به خود گرفت ویولون را با احتیاط برداشت زیر چانهش گذاشت و شروع به زدن کرد. سرند شوبرت بود. از ارتعاش سیم ویولون لرزه به اندام هاست می مثل اینکه ساز به حواس کرخ شده ای او جان تازه بخشید. واسیلیچ آرشه را روی سیم ها قلط میداد. خم میشد، شد. بلند می شد. مانند اینکه که می خواست با تمام هستی خودش به ساز جان بدهد. میخواست، آنچه را که با زبان نتوانسته به هاسمیک بفهماند شاید به وسیله ساز بتواند به او بگوید موهای جوگندمی پریشان او خیس عرق دور صورتش ریخته بود نیمروخ او با بینی بلند رنگ پریده مایل به خاکستری پای چشمهای کبود نگاه خیره و گوشه لبهایش که ول شده بود و بیهوده سعی میکرد به هم بفشارد منظره ترسناکی داشت ولی ناگاهان صورتش عوض شد مثل اینکه در دنیای مجهول و افسونگری جولان میداد و از نکبت زندگی خودش گریخته بود شاید در این دقیقه او حقیقتا زندگی میکرد چون گمان میکرد برای همزاد و یا سایه معشوقه قدیم خود برای کسی ساز میزند که میفهمد و بالاخره هنرش او را جلب کرده بود شاید خوابی که دیده بود دوباره جلو او در عالم بیداری مجسم شده بود با تمام قوا هنرنمایی میکرد شاید این بهترین ای بود که در عمر خود اجرا میکرد اما همین که به طرف هاسمیک برگشت و خواست در چشمان او تأثیر ساز و احساساتش را دریابد ملتفت شد که جای او خالی است هاسمیک رفته بود و لایه در را باز گذاشته بود ناگاهان ویالون را از زیر چانهش برداشت جلو آمد دید گیلاس ودکا کمی از سرش خالی شده به تحسیگاری که در نلبکی افتاده بود سرخا به لب هاسمیک چسبیده بود و دود آبی رنگی از آن پراکنده میشد و در هوا موج میزد واسیلیچ ویولون را روی میز پرد کرد دستها را جلو صورت خود گرفت و در حالت صرفه روی تخت خواب افتاد پایان